رسیدگی به آوارگان داخلی و مهاجرانی که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند تبدیل به مشکل بزرگی برای حکومت شده است. در همین حال جمعیت هلال احمر افغانی که یکی از نهادهای مددرسان داخلی است از کمک به 300 خانواده مهاجر که از کشورهای همسایه به هرات برگشتند خبر می‌دهد. امروز ما با اونمو سلسله کمک هایی که بر بجاشدهای داخلی صورت میگیره، کسایی که برگشت کردن از کشور همسایه مهاجرین بودند اونجا و خوشبختانه دوباره به کشور خود برگشتن، به مو سلسله برای 300 خانواده که اصلا برنامه ما برای 1200 خانواده است و این بار 300 خانواده نیاز سنجی شد و کار توزیع مواد غیر غذایی برشان شروع شد. امروز 100 خانواده بود و فردا پس فردا 200 خانواده دیگه، هر روز 100 خانواده توزیعات داریم در اینجا. مسئولان این نهاد خیریه میگویند که در جریان سال جاری به بیش از 15,000 خانواده در تمام ولایاتی که در اثر جنگ متضرر شدند کمک کردند. منشی عمومی جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که این نهاد آمادگی های خود را برای کمک رسانی احتمالی به خانواده های برگشت کننده از کشورهای همسایه را دارد. شما میفهمید که امسال تعداد مهاجرین که دوباره میان به کشورشان شاید بسیار زیادتر باشه نظر به سال گذشته و ما آمادگی کامل داریم و میگیریم و کمک شرکای خود تا بتانیم که کمک کنیم بر از اونا. البته وظیفه اساسی جمعیت ملی افغان اسلامی هاشت یا هلال احمر افغانی کمک به حوادث طبیعی و غیر طبیعی است که او بخش دیگه کاری ما را تشکیل میده که در او هم فعال استیم. شماری از مهاجرانی که این کمک ها را دریافت کردن از وضعیت دشوار زندگیشان سخن میزنند. یک سال میشه 10 تن خانواده ایم و خرج خراجانش میره، مثلا میره رد کارگری یا کار دیگه میکنه. اینجا به خدا اصلا هیچ کار نمیشه، باید با ما یک کمک بشه. اقلا ما مردم بسیار نتوان است، چیزی خدا در پیش ما نیست، نی از پاکستان چیزی آورده بودیم. بسیاری مردم ما بی کاتی مادر کات است، اونا قتی ما هم دارن، یک روپه خدا نداره، پورا علی هیچ کمک کتش نشده. در 14 سال گذشته حدود 6 میلیون افغان از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، اما هنوز هم حدود 5 میلیون افغان در سایر کشورها زندگی می‌کنند. گفته نیست که بعد از برگشت مهاجران از کشورهای همسایه این مهاجران به مناطق اصلیشان برنمی‌گردند و ولایت‌های امن همچون هرات را یک بستر مناسب برای زندگی خود انتخاب می‌کنند، چیزی که همواره نگرانی ساکنان هرات را نیز در پی داشته است.